به نام خداوند یکتا و بی همتا با عرض و سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز. دوستان بیننده، طوری که شما بینندگان عزیز با ما مسیج دادیم و خواستیم که در مورد ریاست معادن و پترولیم ولایت هرات معلومات کسب کنیم و از ما خواسته بودیم که شرایط یک معدن چیست، برای استخراج از او چه کار باید کرد، از کجا باید شروع کرد و چقدر معادن در ولایت هرات در کل هست. برای این همه معلومات ما قصد داریم بریم به ریاست معادن و پترولیم ولایت هرات، با رئیس صاحب محترم این ریاست گفتگو داشته باشیم و تمام معلوماتی که شما دوستان بیننده نیاز داریم حتما از رئیس صاحب محترم پرسان میکنیم. تا آخر برنامه با ما همراه باشیم. جای نریم، این برنامه برای کسانیه که دوست دارن در مورد معادن ولایت هرات معلومات کسب کنن، ببینن چقدر معادن داریم، چقدر کارگر کار میکنن، ماهانه یا روزانه چقدر استخراج میشه از معادن ما، و دوستانی که علاقه‌مندن معادن بگیرم قرارداد کنن استخراج کنم هم حتما این برنامه بیننده باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مولای فضل احمد منیب، رئیس یا مسئول ریاست معادن و پترولیم ولایت هرات می باشم. نخست از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و از طریق شما به بینندگان و شنوندگان تلویزیون. دستاوردهایی که ریاست معادن و پترولیم ولایت هرات دارن، قبل از اینکه ما خدمت شما اونها رو ارائه بکنیم، در ولایت هرات معادن زیاد وجود دارد که جمله معدن آهن ولسوالی غوریان ولایت هرات است، معدن نمک ولسوالی غوریان است، معدن گچ ولسوالی غوریان که در منطقه پیرسور قرار دارد، معدن مس که در ولسوالی ادرسکن قرار دارد، معدن آهن در ولسوالی پشتندرخون و دیگر معدن سنگ مرمر و رخام که در ولسوالی چشت هست، معدن زغال سنگ در ولسوالی کروخ می باشد در ناحیه بند سبزک و دیگر معادن. کلن معادنی که سروی شده در ولایت هرات و به ریاست معادن پترولیم ثبت است و گزارش اونها به وزارت معادن داده شده، بالای 23 معدن است. از جمله چند معدن فعلا به بربرداری و استخراج گذاشته شده که انشالله عواید و محصول اونها به عواید امارت اسلامی تحویل داده میشه. از جمله معدن نمک ولسوالی غوریان است که روزانه در اونجا 200 نفر یا 250 نفر اونجا کار میکنن، مصروف کار و بربرداری و استخراجن. و معدن سنگ مرمر که در ولسوالی چشت است، او هم فعلا در بربرداری گذاشته شده و فعال است. معدن زغال سنگ که در ولسوالی کروخ بند سبزه قرار داره، او هم فعلا به بربرداری گذاشته شده. و معدن مس که در ولسوالی ادرسکن می باشه، او هم الحمدلله کارای مقدماتی از او شروع است، در حالت اکتشاف می باشه. رئیس، به عواید نگفتیم، چقدر عواید داشتیم؟ عواید از برج ده سال 1400 یعنی بعد از فتوحات تا 15 برج 5 تقریبا به حدود 40 میلیون شده که اونها از طریق ریاست معادن و پترولیم به عواید امارت اسلامی از طریق مستوفیت تحویل داده شده. 40 میلیون افغانی؟ 40 میلیون افغانی، بله. کدام معادن جدید امسال فعال هم شده به ایران؟ معادن جدید به قرارداد داده شد و منتها معادن جدید سروی نشده، همین فعلا نشد تا حالش.
اون معدنی که معدنی که بعد از فتوحات به قرارداد داده شده، اون معدن نمک قوریان است، معدن گچ پیر سرخ ولسوالی قوریان است و دیگه ساحات که مواد ساختمانی داره اونا کلن بعد از فتوحات مکررن به قرارداد داده شده و معدن زغال سنگ بند سبزک هم بعد از فتوحات قراردادی که قبلن به امرای حکومت سابق شده بود او تمدید شده. جناب رئیس، برای کنترل قیمت زغال سنگ کدام برنامه امسال روی دست داره؟ دیگه اینطور برنامه مشخصی نیست، قیمت ها کنترل نمیشه به خاطر اینکه نرخ همه چیز متفاوت میشه به اساس بعض مشکلات های هست و به اساس اسعار جهانی، به او خاطر قیمت کنترل نمیشه. بعضی اوقات هست که قیمت پایین، اگر نفت پایین باشه مصارف کمتر میشه و اما قیمت زغال پایین میاد. بعضی وقتا اما مواد سوخ که بالا میره قیمت ها و ارزش ها بالا میره. سنگ مرمر که از معدن نمک چشت آورده میشه و داخل فابریک های شرک و صنعتی پروسس میشه، بعد اما پروسس به مقدار 4.5 چه که هست 4 سانت و چند ملی پروسس میشه، اونها از طرف وزارت معادن اجازه دارن که به کشورهای خارج صادرات بکنن، به چین صادرات بکنن، به آلمان و به دیگه کشورها صادرات دارین. داره؟ بله. فقط سنگ مرمر یا کدام چیز دیگه هم هست؟ همین سنگ مرمر هست. زغال سنگ فعلا صادر میشه؟ زغال سنگ به خاطر این که ما اوقدر زغال سنگ ذخیره نداریم که از به خارج ولایت حتی انتقال بدیم و از سخت داخل ولایت زیاد بشه و به دیگه جا انتقال بدیم. بنان زغال سنگ ما صادرات به خارج نداریم به طور عموم. معدن زغال سنگ ولسوالی کروخ بند سبزک تقریبا برجانه که ما اونجا نفر خدمتی روان میکنیم 720 متر از اونجا تنها بار میشه، طبعا استخراج بالاتر از اینه. 720 متر بار میشه و به هنگرها انتقال داده میشه و به داخل شهر به مشتری ها عرضه میشه. و ارتباط به نرخ زغال سنگ، او چیزی که ما به قرارداد دادیم، افیاتی که ما از متشبث خود میگیریم تقریبا 1700 یا 1700 هست و باز در راستای نرخ ما متشبث و اومدن کار توصیه میکنیم که به یک نرخ مناسب زغال در بازار عرضه بکنم، به خاطر اینکه در مجموع کشور ما به مشکلات اقتصادی روبرو میباشند و اونها رو توصیه میکنیم که ما بعد از مصارف خود بسیار اگه مبلغ اندک مفاد به روی عرضه بگذارن. طوری که ما معلومات داریم بعد از مصارف از خود معدن که زغال به فروش میرسانن تون 3800 اونجا به فروش میرسانن، باز زغال که انتقال میدن به گدام های خود که به شیدهی قرار داره، چون که به روی عرضه باز مصرف میه تقریبا بالای 4200 یا 4100 و متفاوت است به اساس مصارف، بالا رفتن مصارف اونها و پایین آمدن مصارف. انشاءالله ما توصیه میکنیم که خیلی به قیمت گرانی به همشهریان و زغال به فروش نرسونن. انشاءالله در خود اونها هم کوشش میکنن که مو اندازه مصارف اونها رو بیرون کنه و یک مبلغ اندکی اونها مفاد بگیرن. اون معدنی که متشبث او رو پیدا میکنه به هر کجایی که باشه، در اراضی شخصی شخص باشه، در کوه ها باشه، در هر جا که باشه، او مربوط وزارت معادن و ریاست معادن میباشد. باز او درخواست میده به ریاست معادن، از ریاست معادن باز او گزارش داده میشه به وزارت معادن، از طریق وزارت معادن باز هیئت سروی تعیین میشه و به ساحه رفته و اون معدن رو سروی میکنن، معلومات میگیرن، حجم معدن و حساب فیصدی مواد معدنی اونها رو معلومات میگیرن، بعدا به وزارت راپور میدن. بعد از اینکه معدن تثبیت شد که فلان جا معدن هست، بعدا رو به اعلان دولتی داده میشه. باز متشبثین با درخواست دولتی میدن، با اونها شرایط شرطنامه داده میشه از طریق وزارت معادن،
البته معادن بزرگ و معادن متوسط و معادن کوچک، معادن متوسط و معادن بزرگ از طریق وزارت معادن قرار داد میشه و به نام شرطنامه از طرف وزارت معادن به متشبث داده میشه. بعد از ملاحظه شرطنامه بازو پروپوزل جور میکنه، بعدن پروپوزل ها رو هیئت تعیین میشه، اونها رو مطالعه میکنه، هر یکی که موفق تر باشه بازه مجلس دوطلبی دائر میشه و حق اولیت به او کسی که پروپوزل زو بسیار درستر و بهتر باشه بو حق اولیت داده میشه. با دیگه ملاحظاتی هم هسته که سرمایه گذاری زو بیشتر باشه و کار بهتر بکنه. انشالله روال کار به این شکل و به این طریقه می باشه. جناب رئیس، ما شنیدیم در مثلا احمد آباد سمت اسلام قلعه چای نفت وجود داره، شما به خاطر استخراج از اینو کدوم پیشنهادت به مرکز یا برای وزیر صاحب دادیم که اینا رو فعال کنم نکنم چی کار کنه؟ نگذو چاها ریاست معادن و وزارت معادن هم در جریان هستند و اونها ثبت هم هست با وزارت معادن، منتها به اساس تراکم کارها هم در وزارت هم در ریاست معادن تا حال روی او موضوع بس نشده، تصمیم های گرفته نشده، چون که کار معادن در عموم در افغانستان یک کار نوی می باشد و دیگه متشبسین هم زیادن، کارها زیاد است. انشالله امید است که با آینده یک تصمیم روی مسئله گرفته شده. خیلی تشکر است. کوشایان حتی از وزارت داخله مکاتب ارسال شده به قماندانی امنیه و ولایت و خود ریاست معادن که جلوگیری از استخراج غیرقانونی ساحات مدنی بشه. و دیگه یک موضوع عمده ای که وزارت معادن و ریاست معادن و ولایت هرات روی دست دارن ایجاد اشتغال زایی برای مردم بیکار که سرگردان در کشورهای خارج می باشند. و دیگه موضوع عمده تر از همه است که ریاست و وزارت معادن کوشش بر ای دارند که مواد معدنی از طریق صادرات به بازارهای جهانی عرضه بکنند. همین برنامه روی دست از سرمایه‌دارهای کشور و به خصوص از سرمایه‌دارهای ولایت هرات است که اگر به داخل کشورن اگر در خارج کشورن است که اونها به همراه ریاست معادن در این راستا همکار باشند، در این راستا انشالله زمینه سرمایه گذاری در استخراج معادن ما به اونها مساعد میکنیم، به حد تمام خوب کوشش میکنیم که انشالله زمینه کار رو به اونها مساعد بکنیم، بنابراین اونها اگر سرمایه گذاری بکنن تا اینکه مشکلات مردم بی‌بضاعت ما از یک طریق بشه که حل بشه.